باورتون میشه توی تایوان هر روزی که توی تابستون وجود داره بارون میاد؟ سلام، وقتتون خیر، امیدوارم عالی باشید. قسمت جدید از سری دانستنی کشورها، این قسمت کشور تایوان، کلی دانستنی حقایق و عجایب باحال داره. توی این ویدیو 10 تاشون رو بررسی میکنیم، امیدوارم بتونید تا آخر تماشا بکنید تا اینکه ازش لذت ببرید. سفر بکنیم به تایوان و دانستنی ها و حقایق جالبش. اولین دانستنی خیلی خیلی جالب، باورتون میشه کلا 2.3% از افرادی که الان توی تایوان زندگی میکنن اهل تایوان هستن، مابقیشون کاملا چینی ان. البته اینم اضافه بکنم، یعنی سال 1683 تا سال 1895 چینی ها حکومت میکردن توی اون منطقه و یک قوانین داشتن مبنی بر این که باید اهالی اونجا از اون منطقه کوچ بکنن. این هم یکی از دلایلیه که تعداد تایوانی ها خیلی خیلی کمتر و چینی ها خیلی خیلی بیشتر شده. دومین دانستنی خیلی خیلی جالب، باورتون میشه برخلاف ما که رنگ سفید برامون حالت شادی داره، برای تایوانی ها رنگ سفید حالت شوم داره و نشونه مرگ به حساب میاد و توی مراسم ختمشون از رنگ سفید استفاده میکنن. در مقابل برای حالت شادی یا مثلا مراسم عروسیشون رنگ قرمز رو استفاده میکنن و کلا خیلی کاری با رنگ مشکی ندارن. این وسط سفید برای حالت غم و ختم و این ماجراها و قرمز هم برای شادی. سومین دانستنی خیلی خیلی عجیب غریب و باحال، باورتون میشه قبل از اینکه برج خلیفه ساخته بشه، بلندترین سازی کل کره زمین توی تایوان بوده. یک برجی وجود داره توی این کشور با عنوان برج 101.508 متر ارتفاعش هست. میگن قبل از اینکه برج خلیفه توی سال 2008 ساخته بشه، این برج بلندترین برج کل کره زمین بوده. بیشتر توضیح نمیدم در موردش، یه دونه ویدیو باحال داریم حتما در مورد این برج 101. چهارمین دانستنی خیلی خیلی عجیب غریب حالت جغرافیایی داره، باورتون میشه توی کشور تایوان سالانه 1000 تا زمین لرزه و 17000 تا پس لرزه اتفاق میفته. عدد خیلی خیلی عجیب غریب و زیاده و واقعا زندگی کردن توی یک چنین شرایطی خیلی خیلی ترسناک به حساب میاد. پنجمین دانستنی جالب در مورد کشور تایوان، باورتون میشه برای جمع‌آوری زباله موسیقی بتهوون پخش میشه. حالا توضیح کوچولو بدم در مورد این، میگن وقتی که ماشین هایی که مخصوص جمع‌آوری زباله هستن میان یک مدت خیلی خیلی کوتاهی مثلا توی یک خیابون هستن و اون موسیقی پخش میشه و مردم توی اون مدت زمان کوتاه وقت دارن که آشغالاشون رو بیارن و اون تو بذارن و کلن از این سطل آشغال‌های بزرگی که را توی جاهای دیگه دیدید خیلی خبر نیست توی این کشور. ششمین دانستنی جالب در مورد کشور تایوان مربوط به فرهنگشون هست، باورتون میشه توی فرهنگ مردم تایوان نگفتن کار بدی به حساب میاد و میگن خود مردم تایوان اغلب به جای استفاده کردن از کلمه نه از شاید استفاده میکنن. نمیدونم با این شرایط چطور میشه زندگی کرد، ولی خب خیلی کم از کلمه نه استفاده میکنن. هفتمین حقیقت خیلی خیلی باحال و جالب هم در مورد یک خرافاتی هستش که توی کشور تایوان وجود داره، باورتون میشه به قدری عدد 4 رو شوم میدونن که توی خیابون‌ها یا مثلا پلاک‌ها یا حتی طبقه ساختمون‌ها ازش استفاده نمیکنن. نمیدونم مثلا بخوان اشاره بکنن به طبقه 4 یک ساختمونی چی میگن، ولی خب میگن عددش وجود نداره. هشتمین حقیقت خیلی خیلی جالب که اول ویدیو بهش اشاره کردیم، باورتون میشه 90 روزی که حالت تابستون داره هر روز بارون میباره توی این کشور؟ واقعا آب و هوای عجیب غریبی. و اینم اضافه بکنم شاید برای افرادی که از کشورهای دیگه سفر میکنن به اونجا خیلی خیلی شرایط سختی باشه زندگی کردن توی یک چنین آب و هوایی. نهمین دانستنی جالب و البته خیلی خیلی ترسناک به یک طوفان عجیب غریب برمیگرده توی کشور تایوان. البته کلن خیلی طوفان اتفاق میفته توی این کشور، ولی خب توی سال 2009 یه مورد اتفاق افتاده که خیلی خیلی تخریب زیادی داشته، در حدود 683 نفر مردن، 26 نفر گم شدن و کلن دیگه پیدا نشده جسدشون و در حدود 3.3 میلیارد دلار خرج گذاشته رو دست دولت تایوان. واقعا یک تخریب عجیب غریب اتفاق افتاده توی اون سال. دهمین نکته خیلی خیلی عجیب غریب در مورد کشور تایوان، نفرتشون هست از چینی ها. حالا به همون دلیل که توضیح شده دادم، گفتم که توی یک دوره خیلی طولانی چینی ها فتح کرده بودن منطقه رو، میگن توی تاریخ تایوان وجود داره که وقتی میخواستن یک مرده ای رو دفن بکنن، یک چتر سیاه رنگ بالای سر اون مرده میگرفتن و تصورشون این بود، میگفتن این
خورشیدی که الان داره میتابه خورشید چینی ها هست و دلشون نمیخواست خورشید چینی ها حتی به مرده هاشون بتابه، یک چنین حدی از نفرت وجود داشته نسبت به مردم چین. این بود 10 تا نکته خیلی خیلی جالب در مورد کشور تایوان. امیدوارم تا آخر تماشا کرده باشید و اینکه ازش لذت برده باشید. اگر دوست دارید کل دانستنی بالدی یاد بگیرید، پایین میتونید سابسکرایب بکنید، خانواده ما رو چون بزرگتر و البته با عشق‌تر بکنید. 2 تا ویدیو با همین بالا داریم، اگر دوست داشتید به اونا هم سر بزنید. امیدوارم همیشه در زندگی خلاق پر از انرژی مثبت، کل حال خوب و عشق باشید. خدا نگهدارتون.